روز گذشته تظاهرات بزرگ ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک در اعتراض به حضور رئیسی در اجلاس مجمع عمومی برگزار شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی. آقای سیملقایی سلام به شما، خیلی خوش اومدید. ارزیابیتون از تظاهرات دیروز ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی در مجمع عمومی چیه؟ به نظر شما چرا سازمان ملل نباید به رئیسی اجازه حضور در مجمع عمومی رو میداد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی. عرض کنم خدمت شما که برای ارزیابی این تجمع یا تظاهرات بسیار باشکوه ایرانیان فقط کافی بود به جمعیت انبوهی که در اون مکان و در اون زمان اونجا حضور به هم رسانده بودن یک توجهی داشته باشیم، در ضمن به شعارهایی که میدادن، روی مواردی که بسیار بسیار تاکید میکردن توجه بعد میکردیم. از طرفی کافی بود فقط به یکی دو تا از سخنرانان این تجمع بسیار بزرگ ما دقت کنیم، مثل سناتور جوزف لیبرمن و یا سناتور تریسلی که هر دوشون از کارکشته ترین و کهنه‌کارترین سیاستمدارهای ایالات متحده هستند. و از طرف دیگر این ابعاد گسترده رسانه‌ای، شما به دو تا نکتهشون اشاره کردید. یکی خبرگزاری رویترز بود که در یک گزارش بسیار بسیار مفصلی در این رابطه منتشر کرده بود، از طرفی هم مصاحبه بود که آقای جعفرزاده داشتن با سی بی اس نیوز و گزارشی که این تلویزیون در این رابطه داده بود. ببینید تمامی اینها رو، این فاکتورها رو وقتی می‌ذاریم کنار هم دیگه، به نظر من نقطه عطفش اونجا بود که این تجمع باشکوه بالاخره رسانه‌های فارسی زبانی که سعی می‌کردن به هر نحوی اخبارهای مقاومت ایران رو سانسور بکنن رو مجبور کرد که بیان و این رو پوشش بدن. این بسیار بسیار مهم بود و در حقیقت نشون دادن این ایرانیان آزاده که از همینجا اجازه میخوام به تک تکشون درود بفرستم که در این شرایط هوای نامساعد جوی حتی در نیویورک چندین و چند روزی که امان در حقیقت تیم تروریستی یا بگیم همون تیم حفاظتی آخوند جلاد رئیسی رو بریده بودن، یک لحظه براشون آرامش نداشتن. و اینکه فهمودی چرا آخوند رئیسی رو سازمان ملل نبایستی را بده، ببینید باید سوال کرد که این آخوند آیا کردارش هیچ گونه نقطه مشترکی با کردار مردم ایران، فرهنگ ایران داره؟ آیا گفتارش، این آخوند بی سواد، این آخوند کودن، آیا گفتارش در شأن ملت بزرگ ایران هست؟ مطمئنن که اینطور نیست. آیا پندار این اندیشه شیطانی و اهریمنی این آخوند که نشأت گرفته است دجال کفن‌پاره خمینی می باشد، آیا در شأن ملت ایران هست؟ همه این فاکتورها به ما میگه که بله، سازمان ملل به هیچ بچه منن وجودی نبایستی که این آخوند کودن بی سواد جنایتکار رو به عنوان نماینده ملت ایران در حقیقت قبول بکنه. و همونطوری که خانم مریم رجوی هم در پیامشون گفتن، در سازمان ملل ما روزهای بسیار بسیار درخشانی داشتیم، اما در همون روزها که روزهای بسیار درخشانی وجود داشته، روزگاری هم در سازمان ملل وجود داشته که بسیار بسیار نقاط سیاهی در تاریخ سازمان ملل و دست آخوندی مثل رئیسی رو فشردن به نظر من یکی از اون سیاه‌ترین روزهای سازمان ملل بوده. بله، منم به نظرم در رابطه با اون اشاره رسانه، انعکاس رسانه‌ای که کردین، اگر برای رژیم فوش دادن و مرگ بر خامنه‌ای مرز سرخ نیست، ولی اشاره کردن و درود بر رجوی یا هر چیز در رابطه با مجاهدین مرز سرخ هست، فکر کنم از این سفر و این جلوه بسیار برجسته‌ای که از مقاومت ایران در این پروژه دیده شد، فکر کنم اصلا دخلش به خرج بر رژیم نمیارزید، چون هیچ آبرویی که رئیسی برای رژیم نخرید. خب حالا همزمان با حضور رئیسی در نیویورک، خزانه‌داری آمریکا هم ما شاهد بودیم که شبکه چند ملیتی حامی تولید پهباد و هواپیمای نظامی رژیم رو تحریم کرد. جزئیات این تحریم و اهمیت اون چیه به نظرتون؟ بله، دقیقاً همزمان با روزی که قرار بود آخوند جلاد به صحنه سازمان ملل بره و اونجا این پرت و پلاهایی که قرار بود بگه رو بگه، ما دیدیم که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردش که چند تا شبکه
چند ملیتی در رابطه با پهپادهای رژیم رو مورد تحریم قرار داده، مثل کشورهای به نام مثل روسیه بودن، مثل ترکیه بودن، مثل چین بودن، که اینها تحت شرکت‌های مثلا PRC و یا OFAC فعالیت می‌کردن. همچنین 7 فرد و 4 نهاد رو در ایران مورد تحریم قرار داده. از طرفی خزانه داری در بیانیه که اعلام کرده بود گفتن که دارن تحقیق میکنن و بروز میکنن اطلاعاتشون رو، چرا که اینا اعتقاد دارن به احتمال قوی رژیم داره با عوض کردن این اسم این شبکه ها، اسم این شرکت ها، سعی میکنه که تحریم های ایالات متحده رو دور بزنه و اینها با بروز کردن این میخوان که به هر شکلی که شده این مسئله رو جلوشو بگیرن. اما در همین رابطه آقای برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و معاملات مالی ته صحبته که میکردن از اهمیت و حائز اهمیت بودن این تحریم‌ها گفتن، از اینکه رژیم ایران تنش ایجاد میکنه و رژیم ایران داره ثبات منطقه و دنیا رو میخواد به هم بزنه، از اینکه رژیم داره با این پهپادهایی که به روسیه میفرسته باعث میشه که روس‌ها دستشون بازتر بشه برای کشتار مردم مظلوم اوکراین، و اینکه رژیم با تحویل دادن این پهپادهاش به گروه های نیابتیش باعث بی‌ثباتی حتی در کشورهای منطقه شده. بنابراین بسیار بسیار مهمه که بتونن از طریق این تحریم ها به شکلی جلوی ارسال لوازم های یدکی، نگهداری و توسعه این سلاح‌های جنگی رو برای رژیم بگیرن. خب همزمان یک پدیده دیگه هم که تو خبرها خیلی بهش پرداخته شد معامله‌ای بود که بر سر گروگان ها و آزادی اون پولهای رژیم بود که مسدود شده بود در کره جنوبی. همه میدونن که رژیم در معامله با غرب برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و حضورش در مجمع عمومی واقعیت صحنه ایران رو تلاش میکنه که طور دیگه‌ای نشون بده. آیا این اقدامات به نظرتون میتونه جلوی واقعیت، یعنی دیده شدن واقعیت رژیم در انظار بین‌المللی رو بگیره و رژیم رو قوی نشون بده به نظرتون؟ من خیلی کوتاه فقط در مورد مطلب اول سوالتون میگم اگه بخوام به دو بخش تقسیمش بکنم. ببینید در مورد اون مسئله 6 میلیارد دلاری که از طریق کره جنوبی آزاد شده برای رژیم، این دوای درد رژیم که نخواهد بود. ما میدونیم که گزارشی که بانک مرکزی خود این رژیم در سال گذشته منتشر کرده، یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار به اینا اجازه داده شده که نفت بفروشن، میانات گازی رو بفروشن، پتروشیمی شوشن، یه چیز در حدود فکر میکنم 55 میلیارد دلار بوده و یه رقم تقریبی 47 میلیارد دلاری اجناسی بوده که غیر نفتی بوده. حالا ببینید این رژیم به چه نقطه‌ای رسیده، به چه زوالی رسیده که به خاطر فقط 6 میلیارد دلار حاضر گروگانگیری بکنه، آدم ربایی بکنه، بره پای میز مذاکره و اونجا چه امتیازهایی رو که حاضر بوده بده، تا امروز متاسفانه فاش نشده، اما مطمئنا در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود که اینها فاش میشه. اما برگردم به مطلب دوم شما، بنده معتقد هستم به هیچ وجه من وجودی هیچ تلاشی نمیتونه چهره پلید این رژیم رو در میان جهانیان پاک بکنه. باور کنید با 7 دریا، با آب 7 دریا هم نمیشه این رژیم رو شست. اما در پیام بسیار بسیار مهمی که خانم مریم رشیدی در همین تظاهرات دیروز برای شرکت کنندگان در این تجمع بزرگ داشتن، نکات بسیار بسیار مهمی بود. ایشون اشاره کردن به این که یعنی در تقاضاشون از کشورهای مماشاتگر این بود که بیایید و به نمایندگان خودتون گوش بدید. آخه ببینید ما یک 3600 نماینده و پارلمنتر دنیا که هر کدوم از اینها خودشون نماینده میلیون ها نفر انسان در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند، اینها اومدن و از مقاومت مردم ایران، از طرح شورای ملی مقاومت ایران برای ایران آزاد فردا، یک ایران غیر اتمی و یک ایران سکولار دارن دفاع میکنن.
ایشون اشاره کردن به حمایت 124 رئیس جمهور و نخست وزیر سابق که از این طرح 10 ماده شورای ملی مقاومت حمایت کردند. ابعاد این یه چیزی حدود 40 کشور در 5 قاره می بوده. باور کنید حتی خود این رژیم امروز اگر بخواست حول یک محوری، یک مسئلهی، یه اجماع بین المللی به دست بیاره رو امکان نداره به همچین عدد و رقمی برسه. نه رژیم، خیلی از کشورهای دیگه بله. جهان هم آرزوشون این هستش که بتونن به یک همچین دستگاه دیپلماسی خودشون رو مجهز بکنن. پس خانم رجبی تأکیدشون بر این بود که وقتی که یه همچین حمایت بین المللی وجود داره، بیایید و دست از این رژیم، از حمایت این رژیم بردارید. مقاومت مردم ایران، مردم ایران هیچ چیزی از شما نمیخواد، فقط و فقط خواستار اینه که دستتون را از حمایت از این رژیم بردارید. یه نکته دیگه ای هم که خانم رجبی به نقل قول از آقای رجبی آورده بودن این بود که چرخ زمان انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران هیچگاه پس از سال 1401 به عقب بر نخواهد گشت. حالا اعتقاد من اینه که این رژیم به هیچ وجه با این آبروی براش سازمان مجاهدین مقاومت مردم اینا در دنیا بردن، نمیتونه خودشو به هیچ وجه در حقیقت چهرهشو پاک بکنه. و اعتقادم بر اینه تمامی تظاهر کنندگان، هموطنان آزاده که در نیویورک جمع شده بودن دور هم دیگه، اگر هدف گذاریشون این بود که چهره واقعی این رژیم رو به دنیا نشون بدن و اگر هدف گذاریشون این بوده که افشا کنن جنایت‌های این آخوند رئیسی و تمامی جنایت‌های ولایت فقیه رو، ما میتونیم امروز به جرأت بگیم بسیار بسیار موفق بودن و این رو ما میتونیم از انعکاس تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک کاملا متوجه بشیم. بله، منم واقعا برای تایید نکاتی که شما گفتیم خواستم اشاره کنم که در کشورهایی که میان، یعنی نماینده هر کشوری که میاد در مجمع عمومی صحبت میکنه، در یک زمان بسیار کوتاه مهمترین رؤوس مطالب و اولویت‌های اون کشور رو میگه و رئیسی ترجیح داد که بیاد در رابطه با مجاهدین و اون 17000 و غیره و غیره شکایت کنه. به نظرم بهتر از این نمیتونست اذعان کنه به که از مشکل رژیم چی هست. با تشکر بسیار از من یه نکته فقط میخوام در آخر بگم خیلی کوتاه. در تایید صحبت‌های شما، اتفاقا رئیسی اومدش در سازمان ملل آدرس آلترناتیو واقعی خودش رو داد. بله. این واقعیتی بود که اونجا مجبور شد مطرح کنه. بله، اون چیزی که رژیم واقعا نمیخواست مردم ایران ببینن رو رسانه‌ها گزارش کردن، رئیسی هم به جهان گفت. با سپاس از آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر امور سیاسی، که وقتتون به ما دادیم و در این گفتگو مهمون ما بودیم. بسیار ممنون. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتین. وقتتون بخیر.